درود بر شما خیلی خوش اومدید میخوایم امروز بهتون بگم چند تا تیپ توپ خیلی عالی که چه جوری اسپیکینگ تمرین کنید خب قبل از اینکه بخوام برم سراغ تیپ ها باید بهتون بگم که شما برای اینکه بتونید خیلی خوب حرف بزنید دو تا چیز نیاز دارید به هر زبانی حتی به زبان مادریتون اول از همه شما باید اطلاعات داشته باشید شما نیاز به ایده دارید راجع به موضوعی که میخواید حرف بزنید حتما باید ایده داشته باشید از ایده های در واقع موضوعی که میخواید راجع به شرف بزنید خیلی مهمه دومین چیزی که نیاز دارید بله ابزار زبانیه شما باید لنگویج مربوطه وکابیولری خوب کالوکیشن های مربوطه و همچنین ساختارهای گرامری برای در واقع منظور و مفهومی که میخوای انتقال بدی بلد باشی از بتونی درستی ازشون استفاده کنی که به بهترین نحو ممکن منظورتون رو برسونید پس شما دو تا بال پرواز نیاز دارید ایده یا اطلاعات به علاوه ساختارهای زبانی و وکابیولری یا همون دانش واژه حالا برای اینکه این دوتا این دو تا رو چجوری در یه جا با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم ترمین اسپیکینگ بکنیم بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که همون بحثی که کردیم ریدینگ‌ها لیسنینگ ها پادکست ها فیلمی که میبینید پادکست هایی که گوش میدید حتی موسیقی که گوش میدید مقاله هایی که میخونید کتاب هایی که میخونید و همطور ویدیوهای خیلی فوق العاده کتاب اسپیک اوت که قراره تو دوره رایگان به زودی فیلماش منتشر میشه و روی کانال یوتیوب ببینید فوق العاده اصلا منبع های فوق العاده خوبی هم برای اینکه راجع به یه موضوع خاص کلی ایده و اطلاعات کسب کنید در کنارش چون آدم‌ها دارن اون موضوع صحبت میکنن، شما میتونید لنگویج و وکب و گرامر و ساختار مربوطه برای بیان کردن اون منظور و اون مفهوم یاد بگیرید. پس در واقع هر دو بالو توی یه دونه کانتکست حالا در قالب ویدیو، فیلم، پادکست، مقاله، کتاب میتونید داشته باشید که فوق‌العاده فوق‌العاده مزیت خوبی داره بهتون کمک کنه راحت بتونید صحبت بکنید در واقع. بعد, بعد از اینکه حالا یه مقاله رو خوندید پادکست رو گوش کردید یه ریدینگ جایی توی یه کتاب خوندید یه فیلمی دیدید جایی خب میتونید کارهای مختلفی بکنید برای اینکه تبدیلش بکنید به تمرین اسپیکینگ شما ایده رو یاد گرفتید نوشتید ابزارهای زمانی مثل زبانی مثل وکابولری و ساختای گرامری هم نوشتید یکم تمرین کردید حالا یه مایند مپی کشیدید راجبه اون فیلم یا مقاله حالا موقعش که صداتون رو ضبط کنید و گزارش بدید چی فهمیدید از اون فیلم از اون مقاله چند تا بخش مختلف داره خیلی ساختارمند مرتب راجبش حرف بزنید صداتون رو ضبط کنید و بارها و بارها گوش بدید و سعی کنید بهترش کنید مثلا بگید خود من منم زیاد بود اینجا پاز زیاد داشتم یه بار دیگه زبط کنم سعی کنم که در واقع پاز ها می هزیتیشن ها کمتر کنم یه بار دیگه ضبط کنم این چند تا های خوبی که یاد گرفته بودم یادداشت کرده بودم اون استفاده نکردم این دفعه استفاده بکنم و هر بار هی سعی کنید از در واقع ریکوردینگ قبلی صداتون رو ضبط میکنید ورژن بهتری از خودتون و اجرای بهتری از خودتون نشون بدید نظر شخصیتون راجبه اون چیزی که دیدید راجبه اون اینپوت بدید دوستش داشتید دوستش نداشتید کدوم قسمتش رو باش موافقید مخالفید به چه دلایلی دلایلتون رو بگید و بارها و بارها صداتون رو ضبط کنید و تکرار بکنید پس این یه روش برای تمرین اسپیکینگ که نیاز به هیچ کسی هم ندارید خودتون تو خونه میتونید خیلی راحت انجامش بدید کار دومی که حتما انجام بدید توی دوره رایگان تدریس کتاب اسپیک اوت که به زودی آپلود میشه روی کانال یوتیوب خانم آموزش حتما حتما سوالاتی که در طول ویدیو من ازتون سر کلاس میپرسم و شما دارید نگاه میکنید رو پاز بکنید و حتما حتما سوالات رو پاسخ بدید در قالب اسپیکینگ این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه چون به صورت حالا درس محورم داریم پیش میریم و هم موضوع و هم وکابولری و هم گرامر رو بهتون یاد دادیم قبلش خیلی خوب میتونید در واقع تمرین اسپیکینگ بکنید پس یادتون نره سوالات رو جدی بگیرید و تک تکشون رو با وسواس و با دقت کامل پاسخ بدید کار دیگه ای که میشه کرد اینه که همون موسیقی و پادکست و حالا لیسنینگ و فیلم هایی که میبینید یا گوش میدید رو تکرار بکنید تکنیکی که حالا همه جا معروفه بهش میگن شادوینگ و ورژن های مختلفی داره من بهتون نشون میدم یکی دو تا کاری که میتونید باش انجام بدید و فوق و به سپیکینگتون کمک میکنه بیاید گوش بدیم به این در واقع فایل صوتی ببینیم چی میگه و بعد سعی, سعی کنیم کنی میتونیم تکرارش کنیم Physics is a key subject to understand the world and the universe. a key subject understand the world and the universe. the world the universe. سعی کنید همون جوری عداش رو در بیارید دقیقا اینتونیشن استرسی که روی کلمات میذاره و جوری که تلفظ میکنه کلمات رو همه اونها رو دقیقا کپی پیست کنید سعی کنید عداش رو در بیارید پس تیکه حالا شما ممکنه این براتون طولانی باشه کوچولو کوچولو تر پاس کنید پشت سرش موسیقی فیلم پادکست یا هر چیز دیگه ای که در قالب لیسنینگ بهش گوش میدید رو میتونید تیکه تیکه گوش بدید پشت سرش تکرار بکنید کار دیگه ای که میتونید بکنید و فوق ازش میتونید نتیجه بگیرید اینه که توی گوگل سرچ کنید TED in 3 minutes یه مثال دیگه وارد وبسایت TED Talk میشید و اونجا ویدیو های سه دقیقه کوتاه هست همینجوری که میبینید هر کدوم رو خواستید انتخاب میکنید سمت راستش سکریپتش هست من زوم میکنم که ببینید ببینید الان سکریپت رو میبینید و خیلی خوب هم هایلایت میکنه سکریپت رو هم در واقع خب وقتی پلی میکنید طرف داره صحبت میکنه فقط نکته ای که هست اینه که حتما کسی رو انتخاب کنید ویدیویی رو انتخاب کنید که شخص حتما نیتیو سپیکر باشه هم از لحجه نسبتا خوبی برخوردار باشه پرونانسییشن فیچرش اوکی باشه اینا که نان نیتیو ممکنه که حالا یه مقدار تو بحث پرونانسییشن به خصوص مشکل داشته باشن اونها رو این تکرار و شادوینگ روش انجام ندید که یه وقت اشتباه اینتونیشن رو یاد بگیرید یا تو ذهنتون بره حتما شخص نیتیو سپیکر باشه بعد این دکمه پلیو که بزنید شروع میکنه خب اون شخص صحبت کرده و شما میتونید یکی دو بار اول خوب گوش بدید ببینید چی میگه موضوعش چیه کجاها بالا پایین داره تاکید داره این چیزها و بعد شروع کنید پلی کردن و شما در واقع باش چیکار کنید شروع کنید تکرار کردن حالا میتونید پاس کنید پشت سرش تکرار کنید یا میتونید things that i learned while doing these 30-day challenges. the first was, instead of the months flying by, forgotten, the time was much more memorable. this was part of, part of a challenge a i did to take a picture every day for a month. and i remember exactly where i was and what i was doing that day. i also noticed that as i started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I've went from desk dwelling computer to the kind I of guy who bikes to work for fun. Even last year, I... که Even last year, میتونید همزمان هم بخونید و در واقع تکرار بکنید. این تمرین فوق العاده موثره. پس اول یکی دوبار گوش بدید اصلا تکرار نکنید بفهمید چی به چیه. کجاها بالا پایین داره چه جوری شخص حرف میزنه مسلط بشید به متنش کلماتش جملاتش بعد پلی کنید همزمان باهاش سعی کنید با همون سرعت ببینید میتونید باهاش تکرار بکنید با رعایت کردن همه اینتونیشن ها بالا پایین ها استرس ها عین خودش ادا شده در بیارید و دربی. بعد قدم سوم میتونید کلا پاس کنید و خودتون از روش با صدای بلند بخونید در واقع میوت کنید پلی کنید همینجور که ویدیو پیش میره شما هم باهاش صحبت بکنید. در, در واقع سپیکر شما میشه دیگه اون شخص نیست. این سه مرحله رو میتونید انجام بدید فوق العاده تاثیر خوب روی فللوئسی روی پرانسیشنتون به خصوص روی این دوتا موارد توی اصل سپیکینگ خواهد گذاشت. ضمین که حالا کنارش میتونید مسلما کلمه و اینا هم یاد بگیرید. اینا اگر هر روز کنسیستنتلی یه ده دقیقه یه انجام بدید مطمئن باشین بعد از یک ماه خیلی مدت کوتاهی، تاثیر رو توی سپیکینگ خودتون، لحجه خودتون پرنانسیشن فیچرهایی که رعایت میکنید خواهید دید پس اینم نکته فوق الاده مهم دیگه‌ای که میتونید ازش استفاده کنید برای اینکه سپیکینگتون رو تقویت بکنید و مورد دیگه‌ای که میتونید در واقع انجام بده استفاده از tongue تویستر ها, ها،, هست اونایی که در واقع باعث میشه یکم زبون به چرخه یا توپق بزنیم توی انگلیسی هست توی فارسی هم هست کشتم شپش شپش کشش شش بار و شش بار پشت سرم سری بگید این هم خیلی تاثیر میذاره توی هم تولید خوب صداها هم آرتیکیولت صحبت کردن شیوا و خوب صحبت کردن هم هم توی فلوئنسی خیلی تاثیر میذاره مثلا فرض کنید اینجا من یه انکتوت خیلی کوتاه بردم معروفه من بخونیم با هم دیگه A tutor who tooted a flute tried to tutor two young tutors to toot. Said the toot to the tutor. Is it harder to toot or to tutor tutors to toot? حالا معنی شو کاری ندارم که چی میگه؟ میگه یه معلم فلوت زنی در واقع داشت فلوت میزد دو تا شاگرد شاگرد فلوت زن بهش گفتن فلوت زدن سخت داره یا به دو تا شاگرد فلوت زدن یاد دادن این خب بحث همون تورر و توت و پشت سر هم اینا رو تلفظ کردن تمرین هر روزش انقدر هست توی گوگل سرچ کنید تانگ هر روز یک شو یا حالا یه روز درمیون یک شو حفظ کنید و تکرار بکنید هر روز با خودتون تکرار کنید صداتون رو ضبط کنید ببینید میتونید سرعتش رو بالاتر ببرید در حد معقولی حالا خیلی هم قرار نیست که تون 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 بگیم در حد معقولی که مشخص بشه بشه بفهمی خیلی هم عالی میتونه باشه و مسلما تو بحث دوره رایگان یادگیری زبان انگلیسی با کتاب اسپیک اوت میتونید پارتنر انتخاب کنید که همش هم خودتون با خودتون نباشید توی گروه تلگرام وقتی پکیج پشتیبانی رو میخرید عضو میشید و با هم گروهیاتون و هم لولاتون میتونید دوست بشید و هر روز حالا یه روز در میون هفته یه بار بسته به زمانی که دارید با هم قرار بذارید هم تکالیفتون رو با هم دیگه چک بکنید هم با هم دیگه انگلیسی صحبت بکنید راجبه بحثای اسپیکینگ و تکالیفی که من سر توی گروه میذارم میگم انجام بدید صداتون رو ضبط کنید بفرستید و در واقع پشتیبان همدیگه باشید همدیگه رو پیگیری بکنید که این تکلیف رو انجام دادید این تکلیف رو انجام ندادید من،, من این جوابو دادم شما چه جوابی دادی و با همدیگه در واقع همه با همدیگه رشد بکنیم توی اون کانال تلگرامی که تشکیل میشه برای اونایی که پکیج پشتیبانی رو تهیه میکنن که بتونن های اسپیکینگ و رایتینگ بیشتری داشته باشن پس این هم که این دوره داره حتما حتما زنگوله رو روشن بکنید سابسکرایب کنید اگر تا حالا نکردید که به زودی دوره های رایگان یادگیر زبان انگلیسی با کتاب سپیک آوت ویدیوهاش آپلود میشه و میتونید ازش نهایت استفاده رو بکنید به دوستاتون هم لطفا خبر بدید اگر کسی علاقه من به زبان هست حتما سابسکرایب کنه کانال خانه آموزش خانه آموزش توی یوتیوب رو Search por tipo a dá subscribe com a gente, uma